خیلی خوش آمدید برادران عزیز، دوستان خوب، نیروی فعال و پرتحرک هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. هیئت پرسنل و کارکنان نیروی هوایی ارتش با امام خمینی که از قاب‌های ماندگار بهمن 1357 رو رقم زد، از اون روز تا امسال 19 بهمن 1400 ما هر سال شاهد اون قاب و اون صحنه هستیم. بهانه همه این دیدارها یک عکس بوده. وقتی این تصویر رو میبینیم حس غرور و افتخاریه که نیروی هوایی به عنوان نیروی که همیشه اولین بوده، اولین نیروی از نیروی مسلح بود که بیعت تاریخی داشت. عکاسی که قاب 19 بهمن 57 رو رقم زد به ذهنش خطور هم نمیکرد که عکسش میتونه چه نقشی توی تاریخ داشته باشه. اون روز که این حرکت تاریخی 19 بهمن در برابر امام انجام گرفت، اگر اون عکسی که از این واقعه منتشر شد اگر منتشر نمی شد، یعنی این کار تبیینی اگر انجام نمی گرفت، این حادثه نه ماندگار می شد اینجور، نه اثرگذار می شد. یه حادثه بود مثل حوادث فراوان دیگری که اتفاق می افته و فراموش می شد. جهاد تبیین، کلید واژه مهم ماهای اخیر، حتی دیدار با جمعی از نیروهای مسلح. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام، یک سیاست قطعیشون اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن و مشغولن، دارن دائم دارن کار تحویل میدن در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. ارباب‌های امروز جهان سرمایه‌دارایی هستند که با رسانه حکومت عوض می‌کنند. ارمغانشون هم یک جهان به ظاهر آزاده که همه چیز حتی زیر سوال بردن خدا هم توش آزاده، ولی هر چیزی که امروز، هر کلمه‌ای که در ارتباط با سیاست‌های غرب معارض اون سیاست‌ها باشد یا همراه اون نباشه، ممنوع تصویر، ممنوع انتشار این هاست. و این مسئله حالا امروز واضح‌تر و عیان‌تر از هر زمان دیگه‌ایه. تشت رسوایی مدعیان جریان آزاد اطلاعات خیلی وقته که از بام افتاده. یک قلم بر این دیکتاتوری‌ها افزودن و اون قلم دیکتاتوری رسانه‌ای است. مثلا فرض کنید تو مجموعه فضای مجازی اسم شهید سلیمانی رو نمیتونید بیارید، حذف میکنن، تحمل اسم شهید سلیمانی رو ندارن، تحمل عکس او رو ندارن. امروز اینجوره، قبلا هم بود البته. جنگ امروز جنگ فکرها و ذهنهاست، پس بیهوده هم نیست که محور اصلی دیدار با نظامیان هم جهاد تبیین باشه. من حرف آخرم اینه که جبهه دشمن امروز دست زده به یک تهاجم ترکیبی، ما هم در مقابل بایستی حرکتمون حرکت ترکیبی باشه. دشمن تهاجم میکنه، ما هم باید تهاجم داشته باشه. جمهوری اسلامی بیش از چهار دهه با قدرت پیش رفته و روز به روز به حمدالله مسکم در ریشه دارتر شده. در آینده هم همین حرکت ادامه پیدا خواهد کرد. منتها باید هر کدوم وظیفه خودمون رو در هر بخشی بدانیم.